اثر نمی کنه. شما هرچی نق میزنی اونو اثر نمی کنه. موقعی که اثر کرد زنجلیله، اثر نکرد شما نق میزنی اونم گوش نمی ده. خب دیگه همینه، میگم اگر نق فقط اگه رود اثر کنه کار تمومه، رود اثر نکنه شاید. دو روز در هفته تمرین فوتبال داره و یک روز تمرین فوتبال. تمرین فوتبال داره و یک روز هم میره فوتبال. من همیشه هم بارگار میکنم، اما اون بازم کار خودش رو میکنه و منم دوست دارم که اون کار رو میکنه. چرا؟ چون هم باید اون فوتبالش رو بکنه، هم باید بارگار هم بکنه. حرف من رو پس داری میزنی. میبینی؟ اون مردیه که نق روش اثر نمیکنه. شما هرچی نق میزنی اون روش اثر نمیکنه. موقعی که اثر کرد زنجلیله، اثر نکرد شما نق میزنی اونم گوش نمیده. خب دیگه همینه، میگم اگر نق فقط اگه رود اثر کنه کار تمومه، رود اثر نکنه شاید. دو روز در هفته تمرین فوتبال داره و یک روز هم میره فوتبال. من همیشه هم بارگار میکنم، اما اون بازم کار خودشون میکنه و منم دوست دارم که اون کار میکنه. چرا؟ چون هم باید اون فوتبالش رو بکنه، هم باید بارگار هم بکنه. حرف من رو پس داری میزنی. میبینی؟ اون مردیه که نق روش اثر نمیکنه. شما هرچی نق میزنی اون روش اثر نمیکنه. موقعی که اثر کرد زنجلیله، اثر نکرد شما نق میزنی اونم گوش نمیده. خب دیگه همینه، میگم اگر نق فقط اگه رود اثر کنه کار تمومه، رود اثر نکنه شاید. سلام و صد سلام به دوستان خوشکلام، سلام و دونه دونه به تک تک رفقای فرتونه. متشکرم از اینکه به شوی فرتونه توجه میکنید. برنامه جدید و متفاوت با گذشته ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجع بهش حرف بزنیم ولی فرصتی برامون پیش نمیومد، شرایطی جور نمیشد. خیلی از این حرفا رو همینجا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجع به همین مسائل با شما صحبت کنه. شوی فورچونه ادیت نمیشه و برای خوش آمد کسی هم تغییر نمیکنه. یعنی فقط حرفای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk. تابستان لس آنجلس با موسیقی راک و هوی متال آنقدرها هم گرم نخواهد بود. همه سبک‌های گیتار را در مدرسه گیتار نیروان یاد بگیرید. موسیقی پاپ ایرانی، جاز یا بلوز، در هر رده‌ای که هستید همیشه جای پیشرفت وجود دارد. با 1-866 راک تایم تماس بگیرید. بهروز پاکشیر یک گیتار الکتریک یا آکوستیک به تمام هنرجویان هدیه می‌دهد. 1-866-762-5846. Ride to the airport? Why hassle with airport parking or pay expensive taxi rates? Call Super Shuttle, the nation's leading transportation company, now servicing 20 major cities across the nation. Super Shuttle will pick you up from your home, office, or hotel and take you straight to the airport. For returns, claim your luggage and proceed outside to the Super Shuttle stop area, where our representative in a blue uniform can assist you 24 hours, 7 days a week. Ask about ExecuCar, our luxury sedan and limousine service. اومدیم رو ایر، اومدیم
اومدیم رو ایر. خلاصه آقا اینقدر برنامه درست کردم واسه شما آسونه، من نمیدونستم. من همش فکر میکردم که چرا تلویزیون ها نمیان خرج کنن برنامه بسازن و نمیدونم پرودوسر بیارن، دکور درست کنن، کارن، سناریست بیارن، سناریو به اسکریپت داشته باشه، بازی مشخص باشه، آدم با سواد بیارن فلان. واسه چی اینقدر راحت برنامه درست کردن؟ راحته، کافی دو نفر با هم دعوا کنن. شما نجازی نگاه میکنی، من میفهمم دوستان ما که با هم دیگه مشکلاتی دارن، گاهی اوقات مشکل دیگه، بالاخره دو نفر، سه نفر، چهار نفر گروهی با هم دیگه کنار نمیان، دردسر میشه، گرفتاری میشه. بعد برصورت هر کی که حق داره که حق نداره، همه اینا رو من میفهمم، یکی راست میگه، یکی دروغ میگه، یکی بر حقه، یکی بر ناحقه، اینا رو میفهمم. ولی داستان که اونجا کشیده میشه چقدر جالبه واسه من. ول نمی کنن از اون بر، از ایران. چقدر راحت برنامه درست کردن آقا، چقدر راحت سرگرم کردن جماعت کم توقع ایرانی در این تلویزیون ها. واسه شما چرا مهمه من نمیفهمم. برای من مهمه، خیلی نکنم میگم مهم نیست این قضایه، ولی شما من نمیفهمم چرا مهمه. من همکارا من مشکل دارن، خودم درگیر قضیه هستم. میریم میایم، تلویزیون بسته میشه، شو به هم میخوره، دوستامون ناراحتن، دعوای آبروزی اینو همه اینا رو میفهمم، واسه من خیلی مهمه. من نمیفهمم واسه شما چرا مهمه. در صورت هرگزم نخواهم فهمید، ولی یه چیز خوب فهمیدم که خیلی برنامه درست کردن راحته برای شما. من فکر میکردم یه تلویزیونی پیدا بشه خرج کنه، این کارو کنه، اون کارو کنه، حالا میفهمم چرا خرج نمیکنه. آدم یاد میگیره دیگه، آدم هر روز یه چیز جدید یاد میگیره. آقا بحث امروز من دست این نیست، بحث اینه که آقا تمام دردسرا از روی میسکانسپشن و از روی عدم نگرش واقعی به مسئله پیش میاد. هر کسی به مسئله واقعی نگاه نکنه و طرف مقابلش رو درست نشناسه، میشینه واسه خودش هلوسینیت میکنه، تصور میکنه، دنیاسازی غیر واقعی. مثل قدیم مثلا فهم میکردن، نه اینکه تو نگاه میکنن مستقیم میری، خیال میکردن زمین صافه، پس خیال میکردن زمین تخته، هیچ کی فکر نمیکرد ممکنه زمین گرد باشه یا اصلا زمین جوری دیگه. چرا؟ چون وقتی نمیشناسه همینجوری صاف میگه خب اینجا که صافه ما داریم راه میریم، پس همه این صاف همینجوری میره، پس زمین صافه، زمین تخته، بعد دیوار داره، آخرش هم تموم میشه، اگه بیفته اون دیوار آخرش میفته جهنم میره. به خاطر نشناختن دیگه، به خاطر ندونستن، میسکانسپشن، تصویرای ناصحیح که از به خاطر ندونستن و نشناختن نیچر و طبیعت هر چیزی ما از اون موضوع برای خودمون میسازیم، اون تصویرای ناصحیح. یکی از اون تصویرای ناصحیح که باعث هزار یک داستان مختلف میشه در رابطه دخترها و پسرها، این تصور بی اساس و پوچ و بی پایه و بچگانه و پر از نادانیه و پر از آرزو و پر از خوشبینی، همه اینا باعث میشه که این تصویر دروغی علکی ساخته بشه. و اون تصور اینه که برای ما مردا فرق میکنه زنا رو کجا ببینیم، کجا آشنا بشیم، واسمون فرق میکنه. به هیچ وجه فرق نمیکنه. شما اینا اصلا از ذهنتون در بیارین که برای ما مهمه که شما رو در یک مجلس بسیار باکلاس، در یک محفل دیپلماتیک، در یک محفل هنری سطح بالا، در یک گردهمایی دانشمندان، برندگان جایزه نوبل، فاتحان قله ها، نویسندگان بزرگ، مهمترین با کلاس ترین چیزی که میخوایم بگیم، ما شما رو در اونجا ببینیم یا که شما رو در توالت عمومی ببینیم، هیچ فرق واسه ما نمیکنه.
اینکه شما چه جوری هستی و ما شما رو چه جوری می‌خوایم نه خیلی مهمه. من تو خیابون با هیچ کس آشنا نمیشم، تو کلاب اصلا من با هیچ کس آشنا نمیشم، به خاطر اینکه تو کلاب پسرا فقط یه جور آدمو میبینن. نه عزیزم، پسرا هر جوری که تو هستی تو رو میبینن. میخوای تو کلاب باش، میخوای تو توالت عمومی باش، میخوای تو محفل برندگان جایزه نوبل باش، میخوای تو یک اجلاس دیپلماتیک سفارتخونه های دنیا باش، میخوای تو سازمان و حقوق بشر باش، پسره که تو رو میبینه و میخواد بیاد حرف بزنه، پسره از 12 سالگی تا 120 سالگی وقتی تو رو میبینه میخواد بیاد طرف تو با تو حرف بزنه، جوری که تو رو میبینه یه چیزه. بله اگه قرار بود شما رو میخواستیم استخدام بکنیم برای امر رسیدگی یا مثلا عضو علل بدل سازمان حقوق بشر در ایران، یا مثلا فرض کن نماینده سازمان حقوق چه میدونم کشاورزان، بله، یا به عنوان مثال مثلا گروه زمینشناسان ایرانی میخوان یک نماینده انتخاب کنن و یک عضو علل بدل برای اون نماینده انتخاب کنن، حالا میخوان این خانم انتخاب بکنن، بله اونجا فرق میکرد که شما چه جوری لباس میپوشی، چه جوری حرف میزنی، چه تحصیلاتی داری، چه کتابهایی ترجمه کردی، در چه دانشگاههایی چه منصبهایی داشتی و چه شغلهایی داشتی، در کدوم کجاها با چه کلاسی زندگی کرد، همه اینا دونه دونه زیر ذره میرفت. ولی وقتی که شما تو کلاب وایستادی، یا تو عروسی وایستادی، یا کنار دریا وایستادی، البته خب کنار دریا چون لخت اگه باشی بهتر میتونیم ببینیم، یه خود سریعتر میتونیم تصمیم بگیریم، ولی به هر صورت 15 دقیقه 20 دقیقه فرق قضیه است، بیشتر از این نیست. این که شما رو کجا ببینیم اصلا مطرح نیست، و این میسکانسپشن و این توهم و این خیال و این تصور بیخودی تو ذهن زنا هست که فکر میکنن اگه ما اینا رو در یه جایی ببینیم که جای مناسبی نباشه، ما نظرمون راجع به اینا فرق میکنه. درسته مثلا اگه شما رو ما در کلاب ببینیم یا در بار ببینیم، ساعت مثلا 11:30-12 ببینیم یه مشروبی هم دستتونه، احتمالش میدیم خب این الان اینجاست، با مردی هم نیست، مشروبرم خورده، الان موقع چیدنه، یه جوری بردارش ببرش خونه. این تصور رو میکنیم، ما میایم جلو میبینیم نه شما اونجور دختر نیستی، یا میبینیم بله هستی، هیچ فرق نمیکنه. شما هرچی هستی همونو ما میفهمیم. میخواد تو مجمع عمومی سازمان ملل باشه، حقوق بشر باشه، ورزشکاران باشه، یا نویسندگان یا وکلا باشه، یا زمینشوران باشه، یا در کلاب باشه، یا در کنار دریا باشه. این تصور بچگونه از سرتون بیرون کنید. چون من بارها دیدم، ببین یه چیز رو من میدونم که وقتی دختر میخواد به یه نفر بگه نه، بسیار دلایل بیخود احمقانه میاره که هیچ کدومش لزومی نداره. من تو مقاله هم توی یکی از این مجله های زنزلیل لس آنجلس که فکر میکردم انقدر استخون دارن، بکبون دارن، ولی ندارن، نداشتن، توی یکی از اون مقاله هم نوشتم که البته وقتی مقاله های من اومد، چند دفعه اومد تو پاشید از هم قضیه، گفتن نه اینجا فضای صورتیش به هم خورده و نمیتونیم ما این مقاله رو داشته باشیم. گفتم از اول از قیافت معلوم بود، ولی من just gave it the benefit of doubt، گفتم حالا بذار شک بکنم که این قیافه زنزلیل نیست، بذار شک بکنم، دوتا نوشتم تکلیفش معلوم شد. دیدی یه چیزی رو میخوای ببینید، درخت توتاش رسیده، دوتا لگد بهش میزنید میریزه. این هم اینجوری بود. بعد anyways به هر صورت حالا فعلا شما یه دعوای دیگه دارین، اون دعوا رسیدگی کنی، بعدا دعوای من اونا رو بعدا صحبت میکنیم. این اونجا هم نوشتم، گفتم آقا جون شما چه فرق میکنه واسه چه فکر میکنی که مثلا ما شما رو میبینیم جاش مهمه، یا مثلا فرض کن ما شما رو میبینیم این که اینجا چه نوع محلی هست
در دید ما نسبت به شما عوض تغییراتی ایجاد میکنه، هیچ هم چیزی نیست. تنها چیزی که مهمه اینه که شما در هر محلی دیده بشین، احتماله که جز آدمایی که فعالیت اون محل رو میکنن باشید خیلی زیاده. مثلا فرض کن شما در چلو کبابی من ببینم، تصور میکنم اومدید غذای ایرانی بخورید. حالا کدوم این غذاها رو دوست داری اون دیگه من نمیدونم، ممکنه یکی خوشت نیاد یه رد کنی یه بری. شما در کلاب میبینم میدونم اومدی پسربازی بکنی، حالا کدوم این پسرها رو خوشت میاد یا نمیاد اون یه مسئله دیگریه. ولی به نظرم این خیلی سبکه و یک زن امروزی خیلی بیشتر از این به نظر من فهم و شعور داره و قدرت فکر داره و ارزه داره که یه جواب قشنگتر پیدا کنه برای اینکه به یه نفر میخواد بگه نه. خب شما میتونی بگی نه مرسی که این جواب برای ما کافیه، شما میتونی بگی نه من بویفرند دارم که این جواب لزومی نداره، ولی اگرم بگی بازم دلیلی برای میشه که دیگه ادامه بحث اکثر آدم ها ندن با شما. یا میتونی بگی چه میدونم من با دوستام هستم الان نمیخوام حوصله ندارم بشن. مثلا رقص که بیا برقصیم دیگه دورش تموم شد، بیا برقصیم مال اون زمان دهه 60 و 70 و 80 بود ماکسیمم، دیگه الان بیا برقصیم نداریم. الان میای چرت و پرت میگی و میگی و میخندی و مارتینی و ویسکی و بیر و لانگ آیلند تو حلقت خالی میکنی و همینطور میبری. اون که میخواد بیاد میاد، اون که نمیخواد بیاد هم نمیاد. رقص نمیکنن کسی. کسی رقص میکنه که از قبل میشناخته طرف و یا میخواد وقت تلف کنه، و یا نه این داستان ها نیست. و به هر صورت تو میتونی رد بکنی هر کسی رو در هر جایی، ولی این نمیدونم. حالا امروز واقعا خانوما به من زنگ بزنن بگن، بهتر خانوما لطف کنن زنگ بزنن، چون میخوام با فکر اونا آشنا بشیم، بگیم که این چه فکریه شما دارید تو کلتون که اگه ما شما رو در کلاب ببینیم دیدمون فرق میکنه با اینکه شما رو در کتابخونه ببینیم. مثلا انگار ما انقدر احمقیم که نمیدونیم دخترایی که دارن کتابخونه درس میخونن شب میرن کلاب، یا مثلا تمام 24 ساعت شبان روز اونا تو کتابخونه اینجوری نشستن. جوری که نیست که، خسته میشه میره دوست پسرش رو همینطوری میره کلاب، دوست پسرم نداره میره ترتمیز مرتب آرایش میکنه میره کلاب دنبالش میگرده یکی پیدا کنه. نه اون ور میگرده این ور میگرده، آدم به آدمیتشه نه به اینکه کجا میبینیش. به شما فهم میکنی با اینکه بگین که ما اینجا جای خوبه، یه چیز دیگه هم در نظر بگیرید. شما اگر فکر میکنید که آشنا شدن با شخصی در یه محیطی مناسب نیست، یه محیط برای آشنایی مناسب نیست، من با خود شخص کاری ندارم، ممکن اون شخص آدم بسیار خوبی باشه، شما بسیار آدم خوبی باشه، یا ممکن بسیار آدم بدی باشه، هیچ فرق نمیکنه. ولی این محیط که میگه برای آشنایی مناسب نیست، این محیط رو وقتی ما اگه فکر بکنیم شما اومدی تو این محیط و از جز آدمایی که اینجا نیستی، که فکر درست نیست. اکثرا مثال چلو کبابی، آدمی تو محیط چلو کبابی دیده میشه که غذا ایرانی بخواد بخوره. یا اگه شما فرض کنید که من شما رو اینجا ببینم در این محیط، اگه محیط بدیه، شما اصلا چرا میای؟ وقتی محیط بدی برای آشنایی نیست و میای، پس دیگه اگه شما رو من امشبم با شما آشنا شم، فردا شب شما رو، پس فردا شما رو توی یه جایی مثلا فرض کن توی مسجد ببینم، یا توی کلیسا ببینم، یا توی یه گردهمایی فرهنگی و هنری ببینم نشستی و یه لباسی هم پوشیدی که 40 برابر بیشتر پارچه داره از لباسی که اون شب دیدیم، بازم شما هم آدمی دیگه. پس من میتونم بگم که شما در اینجا هستی، پس الان موقعیت مناسبیه و شما دیگه اون آدم اون شب نیستی، پس یعنی آدم مالیخولیایی مودی اسکیزوفرنی چند شخصیتی هستی، شخصیتت عوض میشه، یا که چیه قضیه که در یه جایی شما خانوما فکر میکنید اینجا محیطش مناسب نیست، من تو این محیط آشنا بشم بده، ولی اگه مثلا همین آدم با همین آدم تو یه جای دیگه آشنا بشه خوبه. برای چی من اینو میگم؟ اصلا بخواد اینکه نمیخوام مغز هیچ کسی رو تصحیح بکنم، شما میتونید هرجوری بخواید فکر بکنید. من در واقع میخوام به پسرا نشون بدم که این چرندیات رو قبول نکنید،
این چرندیاتی که در مواردی که اینجا محیط مناسبی برای این آشنایی نیست قبول نکنید، به خاطر اینکه معنیش اینه که نمیخوام با تو آشنا بشم. شما اگه در یک جایی نشستی که فکر میکنی محیط مناسبی برای آشنایی نیست، ولی اون یه پسری رو هست مدت‌ها دلت می‌خواسته باهاش حرف بزنی، یعنی آدم بسیار خوش قیافه و خوش اندام مناسبی برای تو، همونطور که در رویاهات می‌بینی، یهویی میاد وارد محیط میشه و به تو یه لبخند می‌زنه، می‌خواد با تو حرف بزنه، تو پیش خودت میگی ام نداره، دیده باشم من این آدمو 400 دفعه در رویاهای خودم، اینقدر این اندام، این دماغ، این کفش، به خصوص این کفش، رنگ این کفش خیلی مهمه، مدلش همه رو ساعته رو داره هر چی که میخواستم، ولی چون محیط مناسبی نیست نه. آشنا میشی؟ خوبم آشنا میشی. اولا که این چرت و پرتا رو از کسی که در یه میگه محیط اصلا گوش نکنید و بلا فاصله بدونید که طرف نمیخواد با شما آشنا بشه. دوم، خانمای عزیز، سعی کن یه حرفی بزنید برای خودتون حرمت و ارزش تولید بکنید، نه مسخره تولید بکنید برای خودتون. وقتی میگی من در این محیط نمیخوام آشنا بشم، یعنی شما در محیط دیگه فرق میکنی یا من در محیط دیگه فرق میکنم، یا این محیط شما رو، شما مثل یه خمیر مجسم سازی هستی، آدم اینقدر بدون شخصیتی هستی که در این محیط به شکل خمیر مجسم سازی به شکل مثلا گل در میای، در یه محیط دیگه خمیر مجسم سازی چون شما هستی و از خودت شخصیتی کاراکتری نداری به صورت گنجش در میای، و چون به صورت گنجش ما باید شما رو نبینیم و به صورت گل باید شما رو ببینیم، بهتر اینجا شما آشنا نشیم. پس شما خودتون دارید میگه خودتون آدمای بی ثبات و بی تعادل و بی شخصیتی هستین که مهمه که در کجا با یه نفر آشنا بشین، یا دید اون شخص مهمه به شما که شما در کجا هستی. اگه دید اون شخص مهمه نسبت به شما، چون در اینجا معمولا جای خوبی نیست و مردم آدمو به دید بد مینگرند، اصلا شما چرا میای در اینجا؟ و حالا گیرم هم شما اومدی اینجا و با یه آدم آشنا نشدی، پس فردا شما رو یه جای دیگه ببینه، یعنی شما عوض شدی، پس اسکیزوفرنیک هستی، سپلیت پرسونالیتی داری. یه چیز دیگه هم ضمناً بهتون بگم قبل اینکه بریم سراغ تلفن‌های شما که قرار توش سلام نباشه. سلام قرار قطع شدنه، چون سلام علیکی چیزی بوده وقت ما رو تلف میکنه. من خودم بعد از کافی پرچونم، بعد از کافی ورور میزنم، به خاطر همین وقت با سلام دیگه نمیخوام تلف بکنیم. بچهای آدمای، میگم بچهای پسرایی که شما رو میبیننم 15 دقیقه 20 دقیقه 10 دقیقه که باهاتون وقت میگذرن، میدونن میخوام با شما چی کار بکنن، میدونن شما از اون دخترایی هستی که میخواد دستشو بگیره ببره به مامانش معرفی بکنه، و همون دختری که همیشه دلش میخواست باهاش ریلیشنشیپ یا رابطه داشته باشه هستی، یا اون یکی مدله هستی. پسره هیچ موقع نمیاد بگه که چه دختر شیکی، چه قدی، چه اندامی، چه صورت قشنگی، چقدر مؤدب و قشنگ حرف میزنه، چقدرم با وقار و شیک لباس پوشیده، نه الزاماً گرون بلکه فقط درست باشه، چقدر متینه، این دختره رو میشناسمش، چقدرم کارش هم خوبه، مثلا هنرمنده، دیدمش یه جایی، یا مثلا چقدر همه چیزایش که من دوست دارم همونجوری هست، از فیزیکی، ظاهری، بدنی، اخلاقی، رفتارش خیلی خوب خوش هندل میکنه. حیف اینجا چون کلابه نمیخوامش، اینجوری میگه پسری، هیچ کسی میگه حرفو. یا برعکس، مثلا دختره رو ببینه قدش اینقدر باشه، موهای کوتاه فرفری اینجوری زده باشه بیرون مثل دست جارو، بعد هم چاق و بیریخ باشه، هم دندوناش کج باشه، مسواک هم نزده باشه، اندامش همونطور که میخواد نباشه، مثل حیوان هم رفتار بکنه، ولی دختر زندگی منه، دختر، اون دختریه که من باید باهاش دوست بشم. چرا؟ نگاه بکن، در فضای علمی دانشگاه باهاش آشنا شدم، همین دختر خوبه چون من در فضای علمی دانشگاه باهاش شدم. این چرندیات نمیدونم تو مغز شماها واقعا احساس میشه، یا این چرندیات به ما پسران میگین که ما جای خر بذارین. یه خود میخوام واسه ما توضیح بدین چی شما فکر میکنین،
واسه ما که اهمیت نداره شما رو کجا ببینیم، شما رو تو قایق ببینیم باهاتون آشنا بشیم، یا تو هواپیما ببینیم، یا نشسته باشید تو ساندویچ بشید ساندویچ بخوری ببینیم، فرقی میکنه واسه ما. یه نگاه به اندام میندازیم، اگه خواستیم میایم جلو، اگه به ما نخ دادی ادامه میدیم، یه خود باید جلو میریم. 3 ماه 4 ماه 5 ماه همه کارامونو که باهاتون کردیم، اگه دیدیم آدمی هستی شخصیت خوبی داری به درد رابطه میخوری، باید رابطه برقرار میکنیم. خودتو بکشی هم عوض نمیشه این رابطه. دیدی بعضی پسرها هستن دست سرتون ور نمیدارن، هر چی میگی دنبال من نیا بازم میاد دنبالت، هر چی میگی دنبال من نیا میام دنبالت، ولت نمیکنه. تصمیم خودشو گرفته دیگه، میدونه تو چی میخواد از تو. یه پسرای دیگه هم مثلا خودتو بکش، خوش هیکل باشی، هر چی سکس در دنیا بهش بده، هر چی کارت تخت خواب بلد باش واسش انجام بده، بازم نیم ساعت دیگه میره. هر چی خودتو بکش، غذا بپز، لباس واسش بخر، سرویس بده، خونش رو مرتب بکن، بازم اینی با یه دختر دیگه است. همش هم باید نق بزنی حالا گریه که چرا تصمیم خودش گرفته. تو نمیتونی در این رفتارت یه کاری بکنی که نظر اون اول، چون از نظر از اول مشخصه. سی تو شما پسره رو میبینی میاد طرفت، یه دلیل بیخودی میگی، مثلا اینجا محیطش مناسب نیست، یا مثلا من شوهر دارم یا من دوست پسر دارم، الکی میگی که پسره بره. تصمیم خودت گرفتی دیگه، اونم تصمیم خودت گرفته. من خواهم نظر شما راجع به این چیه که محیطی که ما شما رو میبینیم توش کوچکترین اهمیتی در این که ما شما رو بیشتر بخوایم یا کمتر بخوایم یا نظرمون عوض بشه راجع به شما نداره. خودتون ابیوز نکنین، ما هم جای بچه نذارین. و مسئله دیگه این که ما تصمیم راجع به شما میگیریم، همونجوری که شما تصمیم راجع به ما، با هیچ کاری نمیتونی هیچ چیزی عوض بکنی. خب اینم نظر شما چیه؟ شاید فکر میکنی من اشتباه میکنم، اگه فکر میکنی من اشتباه میکنم بگین، نه نظرات شخصی من بود، آیه آسمانی هم نیست، من جوری فکر میکنم، شاید شما جوری دیگه فکر کنین. سلام علیک خواهش میکنم نکنید. گفتم شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید. معنیش اینه که اون اصل مطلب رو لطف بکنید و شروع بکنید، چون غیر از اون وقتی سلام علیک باید بکنید سخت میشه. منم ترجیح میدم قطع بکنم، ببخشید اگه باعث پول تلفن حرم شدنتون میشم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید. الو صدا میاد، بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید. ببخش شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم. بهروز جون، جون من میخوام بگم کاملا با حرفت موافقم و من تو ایران زندگی میکنم. میخوام بگم که واقعا من مثلا خودم یه دختری هم که تو مهمونی های خیلی زیادی میرم، مهمونی های مختلف و هزار تا همم کاری میکنم، ولی من نمیکنم چون من نمیخوام. بنابراین دلیل نداره اگرم من جایی میرم بد باشه، بنابراین منم بد باشم و انتظار داشته باشم که نه، اگرم کسی به طرفم به قول تو یا میگم نه یا میگم داره تموم میشه میره. بله، شما فهم میکنی که اگه در یه مهمونیه که مردم دارن گرس میکشن و علف میکشن و مواد مخدر استفاده میکنن، یه نفر شما رو ببینه و با شما 5 دقیقه حرف بزنه و بفهمه که از اونجور آدم ها نیستی، فهم میکنی واسه مهمه که شما رو کجا دیده؟ نه معلومه که برای مهم نیست، برای اونم مهم نیست. اگرم شما آدم هستی متفاوت با این آدم ها. من اگرم مثلا برفرض مثلا یه جای خوب باشم، اگه جای خوبم باشم ولی یه پسری بیاد من به قول خودمون وا بدم یا این که حالا یه کاری بکنم، مطمئن باش اون جام دیگه واسه پسر خوب نیست. یعنی میگه این دختره خرابه یا مثلا فلانه. آره که خراب بودن یا نبودن تو رفتار خودت مربوط میشه، نه به اینکه شما اینجا نشستی سقفش چه رنگیه یا اون گوشه دارن چیکار میکنن. رفتی نه، ضمن اگه فکر میکنید در یه همچین محیطی بد آدم دیده بشه، خب چرا اصلا میری؟ اگرم بد نیست دیده بشه، پس به شخصیت و سیانت خود آدم. امروز میدونی مسئله دختر ایرانی حالا تهرانی حالا هر جا این چیه، اینه که میگن نه ما بریم اینجا، بعد میگیم که نه خودمون رو، یعنی مثلا میخوان خوب جلوه بدن، نه ما همینطوری اومدیم، نه اصلا اینطوری نیست. ولی به نظر من هر کسی هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه و میتونه که همیشه، چون میگم من هر انسانی واسه خودش فردیت داره و میتونه هر کاری که دلش، ولی پسرها چون دخترها میخوان خودشون هی خوب جلوه بدن و هی از این کارا بکنن، مغلطه به قول تو بکنن، ولی اصلا اینطوری نیست. یعنی من یه دخترم که واقعا احساس میکنم مثل پسرها فکر میکنم، سلام خیلی مثل تو فکر میکنن. بله مرسی از لطف. ضمن یادتم باشه و مطمئنم که میدونی که پسری که با تو برخورد میکنه بعد از یه مدتی 2-3 ساعت یا 1-2 روز کاملا به طور کامل تو رو
میشناسه، هر جوری هم دلت میخواد خودتو جلوه بدی اون واقعیت تو رو بالاخره میفهمه، حالا زودتر یا دیرتر. از اولش هم که اصلا مهم واسش نیست پسری از تو خوشش بیاد، مهم واسش اصلا نیست که شما رو کجا دیده، میاد باید حرف میزنه. دقیقا مثل خود من، من مثلا جایی میرم پسر اول میاد میگه سلام چطوری، وای چه هیکلی، مثلا به جایی که بگم حالت چطوره تو چند سالته، سلام میگه چه هیکلی مثلا چه قدی چه فلانی. بخواد آفرین، بازم گلی به گوشه جمالش پسره که میاد میگه چه هیکلی، به خاطر اینکه چه اون کسایی که میگن چه هیکلی و چه اون کسایی که نمیگن چه هیکلی، وقتی از اون دور پیش شما رو دیده پیش خودش گفته چه هیکلی. گوش میدی؟ دقیقاً. پیش خودش گفته چه هیکلی. دقیقاً همینطوره. بله. به خاطر همین خوش به حالتون که پسر راستگو به پستتون بخوره که بیاد جلو بگه چه هیکلی. معمولاً هم وقتی بیاد جلو بگه چه هیکلی باهاش حرف نمیزنه. آدم دخترا باعث میشن که یه کاری بکنن که بخون پسرا بهشون دروغ بگن. بله. درست. پسرا اجازه نمیدن یه پسر باشون آنست باشه. درسته. نمیذارن. اگه یه کاری میکنن پسر باشون دروغ بگه. آها، فکر میکنن که اینطوری اگر برخورد بکنن باعث میشه که پسر احترام بیشتری به اونا بذاره. که دوباره گفتم احترام بیشتر یا کمتری که به شما میذارن پسرا یا مردا به عنوان رابطه، اون چیزی است که شما کسب میکنید با شخصیت واقعیتون، نه با اون اداها. چون اون اداها در عرض 2 دقیقه اول از بین میره. دقیقاً. بله. مرسی اگه لطف کردی تلفن کردی. از کجا زنگ میزنی؟ قربونت برم عزیزم. از تهران زنگ میزنی؟ بله. بله. قربونت، مرسی. مرسی عزیزم. قربونت برم، خدافظ. شو پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم. الو. بفرمایید. عزیزم من خواستم فقط ببینم برنامه زنده است یا نه. برنامه نه، زنده است، تکراره. ضبط کردیم، داریم دیویدی پخش میکنیم. الو. آره. بریم آگهیا رو ببینیم. بزن بریم آگهیا رو ببینیم، برگردیم بیایم صحبت بکنیم. قبل اینکه بریم، برای تبلیغات در شوی پرچونه و حمایت از شوی پرچونه تلفن ما هست 818 705 75 31 و میتونید بهمون ایمیل بدید. باز باید تکرار بکنم که به دوستانی که با ما همکاری بکنن یک کلیپ آگهی مجانی تقدیم میکنیم از طرف گروه شوی پرچونه. تلفن ما هست 818 705 75 31، با ما تماس بگیریم. تابستان لس آنجلس با موسیقی راک و هیوی متال آنقدر هم گرم نخواهد بود. همه سبک‌های گیتار را در مدرسه گیتار نیروان یاد بگیرید. موسیقی پاپ ایرانی، جاز یا بلوز، در هر ردی که هستید همیشه جای پیشرفت وجود دارد. با 1-866 راک تایم تماس بگیرید. بهروز پاپشیر یک گیتار الکتریک یا آکوستیک به تمام هنرجویان هدیه می‌دهد. 1-866-762-5846. Ride to the airport? Why hassle with airport parking or pay expensive taxi rates? Call Super Shuttle, the nation's leading transportation company, now servicing 20 major cities across the nation. Super Shuttle will pick you up from your home, office, or hotel and take you straight to the airport. For returns, claim your luggage and proceed outside to the Super Shuttle stop area, where our representative in a blue uniform can assist you 24 hours, 7 days a week. Ask about ExecuCar, our luxury sedan and limousine service. اربح 52 سيارة كيا من أنصار مول. اربح 52 سيارة كيا لهذا العام، انفق 75 درهما في أنصار مول واحصل على كوبون للدخول في السحب الأسبوعي. سيقام السحب على سيارة كيا كل أسبوع. أنصار مول يمنح 52 متسوق فرصة لربح عمرة. هناك الكثير من الجوائز تقدر بمليون درهم. أنصار مول، شارع دبي الشارقة، النهدى.
این حق شماست تا از اطلاعات کافی جهت خرید خانه در کشور امارات متحده عربی مطلع گردید. مشاورین املاک بلوبیچ مفتخر است با کاتری مجرب تا رسیدن به مقصد نهایی شما را یاری دهد. بلوبیچ ریل استیت، آرامشی از یک حسن انتخاب. تلفن های تماس 20974222494 و 20971508472091. سلام. های. من از گلدن نست میکرز هستم. اجازه بدید از انگیزه سرمایه گذاری در دبی براتون چیزایی بگم. What? میدونید رشد سرمایه گذاری مسکن در دبی در 2 سال گذشته چقدر زیاد شده؟ Pardon? یا اینکه دبی تنها جای دنیاست که در اون اجاره ملک معادل 10% ارزش خود ملک. Can you speak English? میخواید بدونید که به راحتی و با هر میزان سرمایه‌ای در دبی میشه صاحب خونه شد؟ اصلا از شرایط وام بانکی یا تسهیلات خبر دارید؟ What did you say? ما میتونیم بهتون ثابت کنیم که با سرمایه گذاری در دبی شما برنده اید. Please speak English. سرمایه گذاری دبی، خونه. آه، خونه. خیلی خوب خونه. I understand what you're talking about. Golden Nest Makers. Golden Nest Makers. دبی. 2097-14-33-22-151 معتبرترین سازمان انگلیسی در خصوص امور مهاجرتی به کشورهای انگلستان، استرالیا، کانادا و امارات متحده عربی. مهاجرت شما به انگلستان فقط 3 ماه، بله فقط 3 ماه طول خواهد کشید. هموار شدن جاده موفقیت شما در عرصه بین الملل به عهده WIP است. با ما از طریق وبسایت www.wipk.com و یا تلفن خاورمیانه در دبی 2097-14-33-22-151 در ارتباط باشید. هر نوع انتخاب در زندگی حق شماست. آخرین باری که در زندگی احساس زیبایی کردید چه زمانی بود؟ آخرین باری که پوست خود را شاداب و جوان احساس کردید چه زمانی بود؟ سلام، من ویکتوریا پرینسیپا، هنرپیشه سریال تلویزیونی دالاس هستم. مژده‌ای دارم برای شما خانم ها. از همکنون شما هم همچون میلیون ها مصرف کننده دیگر می توانید پوستی زیبا، شفاف و جوان داشته باشید. با خرید کرم های معجزه آسای من به ارزش $50 هدیه دریافت کنید. کرم های 30 روزه و 90 روزه پرینسپل سیکرت در نگین خاورمیانه، فروشگاه 7 طبقه انصار مال. انصار مال در بزرگراه شارج دبی. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با نمایندگی در سایر کشورها با دفتر ما در دبی تماس حاصل نمایید. تلفن اطلاعات 2097-150-212-1391. Principal Secret. زیبایی دوباره می بخشد. Stylish, sport, luxury, classic. Welcome to iVision Heaven, Dubai Optical. با
بزرگراه دبی شارجه. هدف فروشگاه هفت طبقه انصار مال. مخاطب کل 45 25 درصد زیر قیمت بازار. 314 35 درصد زیر قیمت. دهار خروجه تمام شروع کن باید آبارو به عمل شد گیر افتاده خدا بغزه باش حالا چیکار کنیم دو رفته بازرمون کردن مرکز الو مرکز مرکز زمان بده مرکز چیکار کنیم این از انصار انتخاب خانواده ایرانی پاسپورت استرالیا فقط در 39 ماه سازمان مهاجرتی WIP بهنام صمیمی قهرمان پرورش اندام در سطح جهانی محصولات 100% طبیعی سان را معرفی می کند پوتهای 100% خالص پروتئین اکستریم کریاتین و اکستریم ال گلوتامین جهت نگهداری و بزرگ کردن عضلات ایجاد امین اسید ویتامین ها برای بالا بردن انرژی تقویت مفصل تقویت هورمون های جوانی برای تنظیم فشار خون و قند خون هایدروکسیکلر برای آب کردن چربی های اضافه تلفن سفارشات برای محصولات و کتاب دانستنی های بدنسازی در دبی 2097-150-250-6200 آقای شهرام شکرریز و در آمریکا 310-745-2277 برای اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی sunyunic.com مراجعه نمایید. بلو بیچ ریل استیت، آرامشی از یک حسن انتخاب. جون بحث سر اینه که یکی از هلوسینیشن‌ها و توهمات بیخودی که دختر دارن یکیش اینه که فکر میکنه مثلا یادشو میخواد ما فکر بکنیم که اینطوریه که مثلا در یه جایی اگه ما اینا رو ببینیم مهم برای ما اینه که کجا اینا رو میبینیم مهم برای اینه ما اینه که چی داریم میبینیم کجا میبینیم مهم نیست اگه شما میخواییم بگین که مثلا من این دختری هستم بسیار سطح هم بالاتر از اینه که در یک همچین جاهایی با مردم آشنا بشم اصلا شما چرا میای تو اونجا
حرف بی خودیه. بعد یه داستان یادم افتاد، با پسرمون داشتیم راه می رفتیم، پسرمون خیلی شیطونه، داشتیم راه می رفتیم، این مثل غرقی اینجوری از اون بالا ما دخترها رو می زد. امکان نداشت، مثلا پیاده شه از ماشین پیاده می شد، می دوید می رفت، یه خود با دختره راه می رفت، این ورش راه می رفت، اون ورش راه می رفت، این ورش راه می رفت تو خیابون، می اومد شماره می گرفت می اومد، ردخور نداشت، شکارچی بود. خب بعد یه دفعه با هم دیگه داشتیم می رفتیم، دوتایی اومدیم رفتیم رسیدیم، یه دختری داره می ره. دو تا دختر بودن، دیدم میرم، ما هم رفتیم و مثل هواپیمای جنگی اومدیم اینجوری جدا شدیم، رفتیم دو طرف دختر. من که حرف زدم بلد نبودم، اونجوری وایستادم، این شروع کرد با دختره حرف زدن، حرف زد و دختره این حرف زد دختره، ما دوباره حرف زد دختره. من اینقدر طاقت اینجور بیادبی ها رو ندارم، با یه نفر اگه بگم سلام بگم مؤدبانه و حرف بزنم و بگم اینجوری کنه، میگم شما کری یا ادب نداری، قضیه چیه؟ من اومدم دارم میگم سلام، یه چیزی گفتم، شما اگه ادب داری، اگه کر نیستی جواب منو بده، اگرم کری که پس هیچ کدومی حرفا رو نشنفتی، پس دیگه نمیتونی ناراحت بشی، اگرم ادب نداری که پس حقت این حرفا رو بشنوی. من اینجوریام، من جان تالرنس ندارم کسی بی ادبی بکنه چون قراره مثلا حالا بیایی مثلا سکس بدی که بیشترش رو باید بگیری، اگه نگیری خوشحال از چیزی که میگیری نباشی، دنیا رو خراب میکنی سر آدم، حالا بگذاریم از این حرفا. ولی اون نه، اون مدل ایرونیش رو خوب بلده، بلد بود البته، الان دیگه داستان اومده بیرون قشنگ دختره هم همینجور آخرش دختره به حرف من، به نظر شما درست آدم تو خیابون آشنا بشه با کسی؟ گفت چه فرق میکنه کجا آشنا بشیم با هم، یعنی چه آدم مگه تو خیابون آشنا میشه؟ گفت عزیز من، میخوای آشنا بشی یا نمیخوای آشنا بشی، سوال اینه، کجا آشنا بشیم تصمیمش با شماست که کجا میخوای آشنا بشی، الان سوال من اینه که میخوای آشنا بشی نمیخوای آشنا بشی. آخه آشنا بشیم که چی؟ مثل همون کتابه بود که گفتش که از کجا بفهمیم یه نفر تلنگش در میره یا وضعش خرابه، گفت هرکی شروع کرد به فحش دادن بفهم خودشه، طرف داشت با مثل که با عمه خودش صحبت میکرد، یه شعری هست میگن anyways، مجبوریم در لفافه صحبت کنیم در بعضی موارد. خلاصه گفتش که حالا میخوای آشنا بشی نمیخوای آشنا بشی، نکنه آره آخه صحیح نیست، آخه یعنی چی حالا آشنا بشیم که چی بشه، اونا دیگه کل این قضیه 3 دقیقه طول کشید و اینم شماره رو گرفت و رفت، دو تا بیم رفتیم. فرق نمی کنه شما کجا آشنا بشی، که مهم اینه که ما پسرها دیدیم اندام و بدنی رو که شما تمام فکرتون معطوف به این است که چجوری بیشتر نشونش بدی و جذابتر نشونش بدی و جالب توجهتر نشون بدی و محرکتر نشون بدی، چی بپوشی، چه رنگی رو با چه رنگی جور بکنی، چه جوری تنگش کنی، از کجا چی بندازی بیرون، از کجا چی بزنه بیرون، معلوم باشه مدل، اگه کسی نکنه این کارا جواده، تمام اینا هست. خب حالا ما هم همون بدنه رو میخوام، کار دیگه نداریم، شما اگه میدونستید ما به چیز دیگه توجه میکنیم که اونو بینیرون اونو بینداختید بیرون، مثلا کتاب رو میگرفتید که مثلا ترجمه مثلا که شما کردید از حقوق بشر در مثلا اوگاندا یا مثلا چه میدونم هر چی که ترجمه کردیم، هر مطلب هنری رو که به ثبت رسوندید اونو بزرگ مینوشید پشتتون، قشنگ یه لباس بزرگ پوشیدن میبینید که این مطلب قشنگ بمونه. این که نیست، شما بدنه رو میبینیم، ما هم همون رو نگاه میکنیم، واسه ما فرق نمیکنه که این چیزایی که میبینیم خوشمون میاد داره همجور حرکت میکنه رد میشه، کجا ببینیم، از کجا بیاد رد بشه، مقدار نور چقدر باشه، تابلوی که اون بالا نوشته چی گفته باشه، ما میان جلو. پس خواهش میکنم از سرتون بیرون کنین توهمو که
اگه واقعا فکر میکنید به این که واسه ما مهمه و اصلا اهمیت داره که کی با کی کجا آشنا بشه، شما اگر با یک استریپر آشنا بشی، استریپر کسی که میاد لباس رو میکنه استریپتیز میکنه، این خانم استریپره. اگر تو کلاب استریپ کلاب آشنا بشی استریپره، بیرون ببینیش هم بازم استریپره، فرق نمیکنه. من تو اونجا لباس در نیاورد، اونجا لباس در آورده. پس شما داری با یه استریپر آشنا بشی، تصمیم میگیری که با استریپر آشنا بشی یا نشی. ولی وقتی با یه آدمی که اینجا نشسته این پلو داره استریپر نگاه میکنه، اگر خواستی آشنا بشی نگاه بهش میکنی، اگه خوشت اومد باهاش حرف میزنی. وقتی هم که داری حرف میزنی، پسرای عزیز توجه داشته باشین، آقایون عزیز توجه داشته باشن که همیشه میگن چی بریم به دخترها بگیم، چی بگیم، چه جوری بگیم که چی بگیم درست باشه و درست اثر کنه. مطمئن باشید که وقتی شما داری بهترین حرفا رو میزنی، اصلا دختره هیچی نمیشنوه، کاری نداره تو چی میگی. همیشه که تو حرف میزنی دقت کردی؟ شما هر حرفی میزنی دقت کردی دختره اینجوری نگاه میکنه؟ حالت کسی که داره حرفت رو گوش میده اینجوری نیست که، حالت کسی که داره حرفت رو گوش میده اینجوریه. وقتی داره حرف میزنه یارو گوش میده. کسی که اینجوری نگاه میکنه داره قدت رو اندازه میگیره، دست بازوت رو نگاه میکنه، موت رو نگاه میکنه، کفشه رو داره نگاه میکنه. حالا تو باید داری چرندیات بی خودی رو توضیح میدی، هی من چی کار دارم میکنم، کار من چیه، فلان اونم اینجور نگاه میکنم. کفشه به نظرم نو باشه، چند است؟ اگه اسمشه که میدونه که میدونه، اگرم نمیدونه نگاه میکنه میدونه کفشه خوشش میاد، با شلوار جور هست، بعد نگاه میکنه. من دوست پسرم آمریکاست، داره میاد هفته دیگه، نم جوابت یعنی خوشم نیومد، یعنی از این ترکیب خوشم نیومد. هر چی تو میخوای بگی بگو. همونجوری که تو طرفو نگاه میکنی و تشخیص میدی که دوست داری به اون چیزایی که اونجا میبینید برسی و دست برسونی، اونم نگاه میکنه و تشخیص میده. پس این مهم نیست که شما کجا این جنس رو میبینی، و اونم برای اونم مهم نیست که کجا این جنس رو میبینه، یعنی شما رو میبینه، فرق نمیکنه. فقط اگه به من یکی این حرفو بزنه، بلا فاصله تو کاسهش واسش میذارم، میگم عزیز من یه حرفا رو نزن. برای من فرق نمیکنه، برای شما فرق نمیکنه. اگه شما دلیل دیگه ای دارین، مطلب دیگه ای هستش، اشکال نداره. اتفاقا چه بهتره برای یه مرد، چون میدونی مرد کارش شنیدن تعداد زیادی نه، و زن کارش گفتن تعداد زیادی نه. چون مردا تصمیم میگیرن گروهی دنبال زن میرن و زن باید یکیشو انتخاب کنه. فرمول طبیعته، این هیچ برتری نیست. مگس مادم که موقع جفتگیریش هست نرا میان دنبالش، اینقدر فرار میکنه یکیش بهش میرسه. اسپرم هم وقتی به سمت اوال داره میره و به سمت تخمک داره میره، 1,000,000 اینجوری اسپرم میره تا یکیش میرسه. خر مادم میدوه، خر نر میدوه دنبالش تا بالاخره. این دلیل برای نیست که اون نمیخواد داره میره، یا اون ارزشش زیاده و این در طلب، اون در انکار و نمیدونم کتمانه. نه، هر دوشون در طلب هم. تو طلب این فرمول طبیعیه. خب بشر هم از این قاعده مستثنا نیست. اون میاد تا مردا کارشونه که برن نه رو، به مرد باید به راحتی تحمل شنیدن نه رو داشته باشه. یه مرد اگر در طول زندگی، در طول هر سالی که از 15 سالگی که دنبال دخترها میفته تا اون روزی که میخواد بمیره، اگر هر هفته یک زن رو ببینه ازش خوشش بیاد و بهش پیشنهاد بده، میشه سالی 52 هفته. در طول 10 سال میشه 520 هفته، یعنی 520 تا زن. اگر این مرد 400 دفعه بهش بگن نه، یعنی این مرد در طول 10 سال چند تا زن باهاش بوده؟ 120 تا. اگه شما 90% به شما بگن نو، دست از سرم بردار. آخه زنها اینجوری خیال میکنن، زنها فکر میکنن که ما از شنیدن نه اینقدر ناراحت میشیم که عقده‌ای میشیم، میام این حرفا رو میزنیم. اینطوری نیست. نشنیدن واسه ما پیو پیو، نشنیدن ببین واسه ما مثل چیمونه. مثل شما میخوای بری یه ساختمونی، مثلا فرض کن فوتباله، یا مثلا
خرید بکنی، مرکز خریدی هست، جایی هست، میخوای بری تو پارکینگ، میای میبینی ورود ممنوعه، میری بعدی میبینی ورود ممنوعه، میری بعدی میبینی ورود ممنوعه، ورود آزاده، میری تو. احساسات ما جریحه‌دار نمیشه، چنگ به صورت خودمون نمیزنیم وقتی ورود ممنوع میبینیم، بعدی یکی بالاخره ورود آزاده دیگه. دختران واسه ما مرد همینجوریان، ما میریم همینجور متوالی، مردی که اعتماد به نفس داشته باشه این قضیه رو خیلی راحت یاد میگیره، زودم یاد میگیره. بعضی اصلا تو خونشون هست، بعضی هم باید پرسونل نگاه کنن یاد بگیرن. در وقتی که مقابله با دختر قرار میگیره، شما میگی من دختر میخوام، خوشم اومد، بله، پا خوبه، باسن خوبه، سینه خوبه، صورت خوبه، میخوام. کاری نداری بگی تحصیلات خوبه، خانواده خوبه، لباسش قشنگه، هیچ کدوم اینا رو ما کاری نداری. خب میری دختره نگاه میکنه میبینه قد خوب نیست، قیافه خوب نیست، پول نداری، میگه نه. بسیار راحت شما بهتری به عنوان یه مرد بفهمی که چرا بهت گفتن نه. به خاطر همین وقتی به شما چرند میگن باید سریع تحتوی قضیه در بگی که این چرند اساسش چیه. صحیح نیست آدم در اینجور محیط آشنا بشه، معنیش اینه که من تو رو نمیخوام. من میگه خواهش میکنم که خواهر عزیز لطفا به من توضیح بده که چرا از من خوشت نیامد، من برم خودم رو تصحیح کنم. چون شما کاملا داری بی مورد چرند میفرمایید، محیط برای شما مهم نیست، پسر را که دیدی خوشت اومد مهم نیست اینجا کجا، توالت عمومیه، دم در دانشگاه است، تو صف نون وایستادی، تو هواپیما نشستی، کنار دریا هستی، داری اسکی میکنی، مهم نیست که برات، ما میدونیم که برات مهم نیست. پس این رو به ما هم تحویل نده، از خودت یه موجود ملکوتی سوشال، نمیدونم پرفکتلی سوشالایزینگ نساز، بلکه به ما بگو چی شو که من خوشت نمیده. یکی میگه آقا مثلا تو پشمالوی من خوشم نمیاد، فاین میفهمم آدم من پشمالو هستم، میتونم بگم شاید 70% دختر خوششون نیاد، 30% رو ضرب در 520 بکن ببین چند تا میشه. خب شما در طول 10 سال هفته یه روز، هفته یه دونه دختر، نه که هر روز یه دختر، هفته یه دونه دختر فقط شما نگاه کن بگو سلام علیکم خانم، من اسمم بهروزه، یا اگه میبینی میخوای میبینید خوشش میاد میخوای شوخ و شنگ باهاش صحبت بکنی، یعنی به خود قیافه و لباسش میخوره که یه خود اگه مؤدب تر باشی بهتره، هر جوری که معلومه خوراکش هست صحبت میکنی، سلام چطوری فلان کجا میدی فلان، تلفن تو میتونم داشته باشم؟ نه من فلان. خیلی خوب، اوکی، هفته یه دونه کسی دنبالش بشه میتونه روزی یه دونه این کار بکنه، ولی هفته یه دونه به شما بگن نه، در طول سال اگه 90% به جواب نه بشنوی، 10% جواب گرفتی میشه سالی 5 تا. شما بلدی میتونی سالی 5 تا نگه داری؟ میتونی 2 ساله 10 تاش بکنی؟ 3 ساله 15 تا تحمل داری؟ نمیتونی که. فقط کافی اینو بفهمی که نشنیدن هیچ چیز مهمی نیست. پس وقتی به شما نه چرند میگن در جا میگی آه چرت و پرت به من نگو. من اومدم به شما چرت و پرت بگم، گفتم سلام اسمم به روز هست، شما خوشم اومده، شما بگو سلام علیکم منم اسمم فلانی هست و متاسفانه نمیتونم، خیلی متشکرم، لطف کردی، واقعا خیلی متشکرم که از من خوشت اومده، ولی نه نمیتونم. منم میگم خیلی ممنون، حالا میتونم بپرسم چرا؟ میدونی حقیقتا من از پسرایی که مو تنشون زیاد مو داره خوشم نمیاد. میفهمه آدم دیگه، همه که اینجوری نیست، همه غلط میکنه خوشت نمیاد بیچ نمیکنیم که، راهونه میکشیم یکی دیگه خوشه، مثل ورود ممنوع یه خیابون هم مثلا تراکت ممکنه گنده باشه، خیابون باریک باشه، این خیابون دوازه ورود آزاده، ولی خیابون باریک تراک من گنده است میرم بعدی، if you know what I mean. ببینیم دخترها چی میگن، آیا واسه تو مهمه که کجا دیده میشین، کجا با کی آشنا میشین یا نه، مهم اینه که طرفش به دردتون میخوره یا نه. شوی پرچونه بفرمایید با بهروز رو ارخ. بهروز جونم بفرمایید، قربانتو بفرم. آقا بهروز، من یه خانم 21 ساله هستم، شاید زیاد تجربه نداشته باشم، خواهش میکنم، ولی با خیلی خانمای 24-25 ساله صحبت کردم و زندگی مشترکم دیدم. خب خواستم یه چیزی از خانمها و آقا پسرها بگم. من با این سنم دارم بهتون میگم، ما همه خانمها، حتی دوستای من که الان میشناسمشون، هممون تو فکر اینیم که یه پسری پیدا بشه بیاد ما رو با ما دوست بشه، برامون خوب خرج کنه،
خب بعد به همشون هم میگیم ما انقدر ساده این که حالا دوست پسر نداشتیم. این واقعیته. من از زمانی که برنامه شما رو گوش میدم خیلی طرز فکرم عوض شده. قبلا با دوستام حرف میزدم و فکر میکردم باید دوست پسر داشته باشم، باید پدر پسر رو در بارد، تا اینکه یه دونه از دوستامون ازدواج کرد، یک عالمم دوست پسر داشت، میتونم بگم 7-8 دوست پسر داشت، با کرم رفت خونه شوهرش مبارک، چون یه جور دیگه سکس میکرد. بله. خب بعد به ماها گفتش که شوهر من فکر میکنه من دست چپ و رازمو نمیشناسم. بعد میگفتش که از مادرش، پدرش، خانوادش میزنه، خرج من میکنه. این دوست من حتی پدرش براش مایحتاجش هم تهیه نمیکرد، ولی این پسر تمام زندگیشو فدا کرد چون فکر میکنه یه دختر خیلی سالمه. به محض این که فهمیدن که این دوست پسر داشته توسط دوست پسره، بلا فاصله بچه دار شد. آها. این بچه رو بهانه کرد. خب دیگه خواستم واقعا نظرم رو شما که من 21 سال بیشتر ندارم بهتون بگم که آفرین، چون منو عوض کردی. من سن کم داشتم ولی منو عوض کردی، به من واقعیت‌ها رو تو برنامه‌ات فهموندی. مرسی. به من فهموندی که چجوری باید واسه خودم ارزش قائل بشم. نه اینکه بهت بگم، من نمیخوام بگم من چشم گوش بسته هستم، ولی تصوراتی داشتی که با واقعیت شاید جور نبوده و عذابت میداده. نه اصلا واقعیت رو توسط شما فهمیدم. لطف. و به تمام پسر رو میخوام یه پیام بدم. اون پسری که فکر میکنه دختر امروزی ساده است و هیچی نمیدونه و هر کی داره بهش میگه راست میگه، اون پسر خیلی پپس، خیلی پپس. از 21 سال میگن 24-5 ساله بچه است. اون پسرها میخوام بهشون بگم من 21 سالمه 10 تا پسر 40 ساله رو تو جیبم میذارم. به به، یا منم بذار تو جیبت، منم 40 ساله. نه 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 منو به شوخی کردم بابا، بگم میتونم بگم فهمیدم، سر گول بزنم چون زیبا هستم، خوشیکل هستم، خیلی راحت میتونم پسر رو منو گول بزن، منو گول بزن، منو گول گوش کن، منو گول بزن، پسر رو صدای منو خدا کنه بشنون. اسمم مهم نیست چیم، ولی خب موضوع سر اینه که تو تهران زندگی میکنم و این چیزا رو دارم میبینم. روزی هزارتان پیشنهاد بهم میدن با ما دوست میشی. خب تا حالا هم دوست پسرم داشتم. بله. اگه پسری بخواد با من دوست بشه بهش میگم که نه نداشتم، چون وگرنه میگه چه دختر خرابی. خواستم تشکر کنم، وایستادم که شوهر کنم یه پسری پیدا بشه که چشم گوش بسته باشه، از تا گذشته من سر در نیاره که من تا حالا 5 تا دوست پسر داشتم. اگه یه مرد خوب پولداری که برای من همه کار بکنه پیدا بشه، خوبش ازدواج میکنم. تا که میخوام خونه بابام باشم، 6 تا خواهریم. وای، آدرس، تلفن، بابا یه چیزی به ما بده، الکی که نیست. بعد روی هم رفته، اینقدر برنامه تو دوست دارم، اینقدر برنامه تو دوست دارم، یعنی ستایشت میکنم. قربونتو، من قابل نیست، خدا رو ستایش. کاری که تو کردی رو پدرم نکرد. اونو که میدونم. کاری که تو کردی رو دایم نکرد. کاری که تو کردی رو هیچ مردی نمیتونه بکنه. آفرین بر تو که فکر زنا خیلی احمقن که از حرفای تو ناراحت میشن. زنه ای که از حرفای تو ناراحت میشن میدونی چیه؟ اینا دور میخوان شوهرشون رو گول بزنن، اینا دروغ میگن. من دوست دارم با پسری که زندگی میکنم حداقل بدونه چی جوری داره منو واسه چی میخواد. شاید من بلد نباشم حرف بزنم و ببخشید. نه خوب داری میگه، من منظورات کاملا میفهمم و کسی که آفرین بر تو آقا بهروز، به خود زنگ نزدم که فقط با شما حرف بزنم. خودم دوست پسر دارم، دوست پسرم هم هر هفته بخواد اینکه خیلی خوشگلم، هر هفته برام همه چی میخره. خداش میگه فقط با هم قرار بذار بریم بیرون این بر اون بر. بعد میگم که زن من میشی؟ بهش میگم که اگه زن تو بشم، بهش نگفتم دوست پسر دارم، بهش میگم اگه زن من بشم خب میخوای خرج مخارج این دور زمانه رو چیکار کنی؟ میگه که چیز پدرم پول داره. خب اینم خب پدر تو پول داره، ترفتی به من داره. خب تو نمیتونی ببین مثلا بابام چه چیزای قشنگی واسه من میخره، ببین بابام ماشین داره، بابام خونه داره،
پدر عموم این موقعیتش اینه، پدر پولداری دارم و اینجوری میکنم. چیز بابام هست، داداشم هست، این دید تایز فکرش این نظر میگه با من ازدواج میکنیم، این فقط قیافه منو دیده، فقط این میگه من خوشگلم. بعد دفته بیچاره من خوشگلم، تازه میدونی من قبلا 4 تا دوست پسر دیگه هم داشتم، بعد ادعا میکنی من اینقدر زرنگم، اینقدر زرنگم، هیچ نایی نمیتونه سر منو کلا بذاره. باور میکنی؟ باورم میشه. ولی من سرش کلا گذاشت. سرش کلا بذار لذت ببر. من میخوام دیگه پسر تهران اینقدر یا شهرستان که دیگه بدتر اینقدر فکر میکنن زرنگن، میخوام به تو بگم ما خانم ها از شما خیلی زرنگ کردیم. میدونم بابا جون، من اینکه همیشه دارم اینو میگم. من دوران راهنمایی که بودم، دوران راهنمایی به خدا دوستام همه چی بلد بودن. عملی و تئوری ها، مسی بلد بودن. بعد وقتی که ازدواج میکردن به شوهرشون میگفتن که ما اصلا نمیتونیم اسم سکس رو چجوری اسپل میکنن. آره دیگه، چون معمولا همشه چشون بسته بوده، چراغم خاموش بوده، کلمه رو ندیده. پسرام بشینن تعریف میکنن، رفتیم یه زن گرفتیم افتاد محتاب ندیدارش، معلومه به خاطر که همشه شبا بیرون بوده. از آرایش کردن که یه برنامه داشتی، ببین ما خانیم ها خونه که بخواییم بیاییم بیرون اینقدر میمالونیم به صورت همون، اینقدر توتون درست میکنیم، اگه تو امثال شما پسرا بمون نگاه نکنیم سکته میکنیم، میاییم خونه میگیم آرایشمون رو عوض کنیم. بس یا میگن که آرایش میکنه واسه این که خوش سلیقه است. نه پیرا سوخته، چرا به این به خودتون دروغ میگین؟ ما آرایش میکنیم که مردمون توجه کنن. Thank you very much. پرچونه بدبختم که اینو گفت قبلا. آره اگه اینجوریه، اگه اینجوریه خونه که میایم بیرون صورتامونو میشوریم، این مانتوی تنگو نمیپوشیم، اینقدرم به پوستامون کرم پوچ نمیمالیم، بله. چشممونم مثل چشم گاو درست نمیکنیم. به خدا ما تمام زن و شوهرم که بکنیم، ما دوست داریم که بهمون توجه کنن، لباس نازک میپوشیم، بند سوتیانمون معلوم باشه، سکسی باشه، شورتمون معلوم باشه، صورتمون آرایش میکنیم، دامن کوتاه لنگ و پاچمون رو میندازیم بیرون که فقط مردایی که ما رو میبینن بگن که عجب چه گیره مثلا دوستمون افتاده، که بعدن سعی کنن اونم به دست بیارن. نه دوست داریم مردا رو تحریک کنیم، دوست داریم مثلا تو سرخالی شوهرمون رو تحریک کنیم. وگرنه اگه مردیش به قول بابای من به ما 6 تا خواهر میگه اگه مردی شعور داشته باشه وقتی که دوست طرف میاد تو خونش میگه برو این بلیز نازک رو عوض کن. بعد تازه به روز یه چیز دیگه، تمام دوستای من با برادر شوهراشون ارتباط سکسی دارن. به به، میگن شوهر که ما با زن بگیم ما بچه همون ببینیم، اینم همینه ها. دختره همه شون برای اینکه زن داداش باورت نمیشه، به خدا دوست من میاد از برادر شوهرش واسه من میگه، میگه برادر شوهرم اومد تو خونه گفت که دست و پایی که هیکلی، میگه کم کم بام سکس برقرار کرد، یه برنامه روی این بذار. تمامشون به خدا قسم. حالا چرا اینقدر مطمئنی که شما تمامشون اینطوری هن؟ اینو من نمیدونم. من برای اینکه پلیس شدم، یعنی خوب بخاطر اینکه قبل از ازدواجم تصمیم گرفتم یه راهی مثل راه تو رو دنبال کنم، رفتم راجع به همه دارم تحقیق میکنم. آدرس اشتباهی نری در خونه علیرضا در بیای. بگی راهی میخوایم راه من دو باقی، آدرس اشتباهی نری خونه علیرضا در بیای. نه فقط میخوام بهت بگم این یکی رو اشتباه نکنم. گفتم که واقعا چطور ممکنه؟ گفتش که چیز دیگه الان موت شده، همه به خدا باور یه برنامه بذار، به خاطر اینکه میدونی. بهش گفتم تو چطور تو بردش رایی این ارتباط داشتی؟ بعد میگفتش که آره در اتاق خوابم رو که واکر دید من لخت خوابیدم به روز. بعد میگفت به نگاه میکرد، میگفت منم خودم رو نپوشندم، شوهرم که نبود، یا میگفت اینقدر با بردش شوهرم شوخی میکنم، اینقدر سکسی با شرف میزنم که اون به طرف من جذب شد. بعد میگفت اینقدر جلو بردش شوهرم آرایش میکنم، خودم رو درست میکنم که برادر شوهرم بگه داداشم چه گیرش اومده. بچه های اتاق کنترل یکی یکی دارم میدوام میرم بیرون. کجا دارم میرم اینا؟ به خود من کجا؟ این دختره همش 24 سالشه، این دختره تمام بچه های اتاق کنترل بدو بدو یکی یکی دارم میرم بیرون، من نمیدونم دادن کجا میرم.
برگردیم بابا شوخی داره میکنه، برگردیم سر کارتون. ببخش وقتی تو گذفتم، ولی خدا دوست داشتم به تی خواهر بدم بگم واقعا برنامت جالبه. چون چی؟ در حال برنامت دیدم نشی و دوستان اشاره میکردی کجا میرین. آخه این حرفایی که تو زدی مثل اینا همشون بودو بودو رفتن یه جایی، من نمیدونم کجا رفتن. همه شون هم دارن از این دره میرن بیرون، من نمیدونم کجا دارن میرن. همه ناراحت هستی و همه رفتن موضوع درست نشین. خب انشالله که خوب خوش باشی. تا میتونی، تا میتونی این پسرها رو گول بزن قشنگ، تا میتونی پسرها رو گول بزن، خرشون کن، سواری ازشون بگیر، حقشونه. به خاطر اینکه پسرها ساخته شدن کار کنن، خر حمالی کنن، واسه یه ملاوظ مارش بخرن، لباس سکسی بخرن، مانتو 50,000 تومانی بخرن، تازه یه مهریه کت و کلوفتی هم برامون بکنن. تازه همین بگن ها گاهی کنونه نکنن که ما بهشون نمیگیم عاشقتونیم. آره دیگه اگه این کار نکنن آره خانه میخواست سر واقعا پسرهای کنونه خانمشون میگه عاشقتم که پسر نرو واسه سیاز ما روش بخن، نرو واسه وقتی که خانم یه تیپ سکسی و جلسی درست کرده داره میره جلو فامیل قیافه بیاد، بعد بخت بیکاره وقتی هم نباشی این کارا رو میکنه، انقدر خوشت میاد خانومت سکسی و آرش میکنه و فلان، بعد بخت بیکاره این از قبل ریشه داشته. فکر نکن که این دختر کشم و گوش بسته ای بوده که قشنگ آرایش کردن و گریم کردن و یاد گرفته، قشنگ لباسای سکسی پوشیدن رو یاد گرفته، بعدش هم میگه زن من نکست که این زن دنیاست. اصلا بذار هر جدش میخواد لباس بپوشه بذار راحت باشه. شما چه آره. شک میکنی؟ شما چه مرد شکاکی هستی؟ برام خونه چیشه هر حالتو رو میشنم. اصلا اگرم این کار رو بکنی میگه چه آدم شکاکی هستی. وا حالا لباسم هر جوری که هست مگه آدم به زن شک میکنی؟ من لباس پوشیده بپوشم که تو من نگاه نمیکنی. معلومه. ولی وقتی که نگاه کردیم میفهمیم بالاخره چی هست. بسوز تو وقتی که به من نگاه کنی شب تو تصورت بگی عجب دختر خاله باحالی دارم، من از همون کیف میکنم. آفرین، خیلی ممنون که انقدر من دوست داری، من شما رو دوست دارم بخواد یه راستگو هستی. فقط میخواستم بهت بگم اگه تو این دنیا یه آدم باشه که تو رو اندازه یه خدا دوست داشته باشه منم. گوش میدی؟ کفر نگو، کفر نگو، خدا برو خدا رو دوست داشته باشه. بشوش نه هیچ جاستم دلم نمیخواد خدا نزدیک ببینمت. میدونی تو تنها کسی بودی که چشمای منو تو با سن 21 سال به واقعیت باز کردی. این حرفایی هم که زدم باور کنین به نفع خود پسرها بود. معلومه. حالی که همیشه آرزو داشتم یه پسر بودم. معلومه. ولی بالاخره پس که دختر شدم انقدرم قیافم دخترونه است که نمیتونم تغییر جنسیت. نه اصلا نمیخواد تغییر جنسیت بدی. تو الان دختر باشی در ایران بهتره. در ایران زن سالاریه. در ایران زنا میتونن همه جور حمالی سری. من میخوام ازدواج کنم پدرش رو در میارم. چرا آخه میخواد پدرش در بیاری؟ بدبخت داره. من اینقدر باید برام خرج کنه، اینقدر باید به توام بریزه که خوشگلم. آها. چون اگه نکنه بغال گولم زد، عطار گولم زد. بریز باور کن، باور کن مردایی که میخوان خانماشین رو بشناسن خط نکنن خوبه یا با. البته قبل اینکه بچه دار بشن، چون بعدشون وقتی که درد سر. بهروز جان دوست من تا فهمید که شایش فهمیده بعد دوست به سر داشته بچه دار شد به خاطر بچه خرش کرد. خر ن... خرش نکرد خرش نکرد خر بود سوارش شد عزیزم. خر آدم بچه همه چی رو فراموش کرد. خب حالا دیگه شروع میشه زندگی ما. بعد وقت روز مادرم باید واسش هدیه بیاریم چون مادره، درسته؟ جان پسر خودش اینقدر خوشگل و خوشتیپ بود فکر میکرد بچه خوشگلی داره از طلاق سری زنه داره. در جایی که پسر خودش نوی پسر من میتونم یه پیغام برای پسر رو به روز بدم. بگو بگو. ببین پسر وقتی که خونه میان بیرون ریششون رو میزنن، یک بلیز شلوار میپوشن، ما دختر واسشون حلاکیم. خب ولی ما خانیما وقتی که میخواییم از خونه بیایم بیرون به روز اینقدر میمالونیم به صورت هامون، لباس سکسی میپوشیم، تازه وقتی که میایم بیرون میگن که عجب زن خوشگلی داره.
هم بهتره که نگن پس. ولی بسوز ببین پسر ها گل همینو میخورن. زنی رو میخواین ببینین خوشگله مثل من، من هیچی به صورت هم نمیزنم، به خدا نیست، به خدا نمیزنم. پسر ها کش میکنن میگن تو انقدر خوشگلی که نمیخواد اصلا چیزی به صورتت بمالی. واسه من پسر ها میتونم خواهر کنم. آره دیگه من اینو 4 سال پیش گفتم اینقدر به من فحش دادن. بلد کردن بهود. ما خانوما هرچی میمالیم به صورتامون میخوایم مردا رو تحریک کنیم، خوشگلتر باشیم، میریم بیرون به دنبالمون بیافتن. ببین یه خانومی اینجوری کرد، گفت انگار قصه میخورم. گفتم چرا؟ گفت وقتی میرم بیرون بهم کم توجه میشه. آره میدونم زنا اینجوری هن، بهشون توجه کنین میمیرن. خب منم همینو میگم، میگم عزیز من تو میتن. شما به جایی که بیای اومدم رو خط تو ببین وجودان آیرهت بود گذاری من نهارم رو خط بهروزش خیانت کردم. وقتی که خودم از دختر رو خبر دارم این حقه که برم به که این دختر رو صحبت کنم. و زنا زنا بدتر، دختره 24 پنج ساله که داشون میشه که عاشق شوهرشون یا آرایشون به خاطر زیبایی دوست دارن. به همه دادا خودم یه زنم که دروغ میگین. شما روش میکنین که مردا رو تحریک کنین، شما قیافهاتون انقدر آرایش میکنین که بهتون بگن خوشگلین. یکی پیدا بشه به شما واقعی اثر رو بگه، شما بده میشه، به روز بده میشه، شما به شما واقعیت رو گفته. ولی من دلم نیومد دروغ و راستش رو بگم. ما زنا همینیم. چه لزومی که زنی بهروز مواظب چاک سینه‌اش هست؟ اونی که میگه به طور اتفاقی دیده شد دروغ میگه. مواظب نشستنش هست، شورتش پیدا نشه، کمرش لخ نباشه. اونی که میشینه و یه دفعه میبینید کمرش معلوم میشه داره به تو نشون میده. من که گفتم عزیز من، به خدا من اینا رو گفتم. سبزدی که میگه اوه من درک میخوام. آره پدر سوخته چشمش هیزه، همش به پای آدم نگاه میکنه. آره خب پدر سوخته پاها رو تراشیدی انداختی بیرون. خیلی خانومی یه ببین بعضی وقتا لباس کف پوشیدن از نپوشیدنش بهتره. درست. لباس کف، شلوار مشکی کف، بلوز مشکی کف، تمام برآمدگی بدنش و باستنش و سینه‌اش رو میندازه بیرون. بعد میگه من بعد میگه مردا چقدر، میگه شوهر من، ببین میگه شوهر من چقدر آدم حسودیه، همش فکر میکنه اصلا به من شک داره، همش یه نفس شک داره. من یه نفر میشناسم که خودت به روزگاره خدا قسم انقدر جلس میگرده، جلس میگرده شوهرش فکر میکنه نجیبترین دختر روی زمین رو ازدواج کرده باشه. خب دیگه خدا انقدرم زنش جلس میگرده، انقدر جلس میگرده. ببینی من نمیگم خارجی یا ایرانی، من که خارج رو ندیدم، چیزم دارم خارج رو ببینم. خب هیچ وقت حالا از کشور خارج نشم، یه روز پول دار بشم که خودم، نه اینکه آشیش رو خواهیم بابام اجازه بده میرم آمریکا رو میبینم. خب انقدر درس میخونم تا با مدرک تحصیلی برم. خب البته من دوست دارم، من شیطونم درسم هم خیلی خوبه. خب استثنایی است، همیشه شاگرد اول بودم به خدا. خدا بروز. ببین دختر هاست که میخوان شوهر کنن مدرک کامپیوتر دارن دوقتی، مدرک ماهی نویسی دارن دوقتی، مدرک حسابداری دارن دوقتی وقتی که میخوان معرفیشون کنن. خب و وقتی که میرن تو خونه شوهر لنگا شوهر میندازن رو لنگا، شوهره به دست تا شب کار کنه بیاره واسه شون مانتو بخره کفش بخره. خب تو که این مدارک و موقع خواستگاری ردیف کردی پچه به خدا چرا الان استفاده نمی کنی؟ چرا کاری میری؟ خب ببین داستان مثل که طولانی ها. آره تو اینا که گفتی هم همش درسته. فردا اگه پسره نتونست برام کاری بکنه خودم میکنم.
خب آخه قرار نیست، قراره که پسر حمالی بده. من یک شما نگفتی که پسر ایران که همینجورن، باور کن. مخصوصا اینو فقط به پسرها بگم، پسرهایی که عاشق میشین میبینید زنتون ازدواج کرده، خب میبینه قیافه زنش خیلی جلفه، میبینه خیلی لباسای کسب و دامن توتماری و نمیدونم بلیز دکلته میپوشه میاد بیرون باد که خودش رو نشون بده، بدبخته بیچاره. تو احمقی که نمیفهمی این در گذشته سر گوشش میجنبیده، تو هیچ وقت نخواهی فهمید، هیچ وقت هم بری تحقیق کنی نمیفهمی، کسی دنبال دردسر نمیگرده. خب. من دوستای خودم رو دیدم دیگه. خب حالا دیگه ممنونم از اینکه این هم به ما لطف کردی دیگه. وقت برنامه داری یواشاش تموم میشه. به خدا مرسی. برات آرزو موفقیت. ماش 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 I love you. قربان. وو! تمام فورتونر این گفت. نه فهمی میکنم از 4 سال پیش همه رو گفت. نه نه دیگه، آره دیگه تمام. من میخواستم یه برنامه بذارم ریویو و چی میگن تکرار برنامه های گذشته پرچونه، این دختر خانم همه رو از اول پرچونه از اون از اول گفت آخرش. چقدرم خوب حرف میزد. نه آره خب خلاصه ما از یه کوچیک شروع کردیم، یه موضوع کوچولو رو گفتیم، این خانم اومد کل قضیه رو قشنگ واسه تون ریخت پایین از اول تا آخر که ما میگیم نظرین چرت و پرت بهتون بگن، میگیم نظرین جور دیگه کسی خودشو به خود بهتون بفروشه. این داستان یکی از این کوچکترین مثال. خب شوی پرچونه هر دفعه یکی از این موضوعا رو میاره، اینایی که همه ایشون ردیف گفت خیلی هاشو ما کاور کرده بودیم، یه هدف یکی از این موضوعا رو میاره و دقیقاً توش کنکاش میکنه، ریشه هاشو میخواد در بیاره ببینه که از کجا ریشه داره، مثل tip of the iceberg.